دختر رئیس قوه قضاییه جاسوس خارجی هست. این فقط یک جمله دروغ بود، اما آنقدر در برخی شبکه‌های اجتماعی پیچید که راست و دروغ آن را کسی سردر نیاورد. اما این خبر کوتاه روایتی از یک داستان بلند است، داستانی که گام اول آن را اتاق فکر بی بی سی در آستانه انتخابات برداشت. دیروز فعالان حقوق بشر وضعیت آرش صادقی را به داغ‌ترین زمانی که برخی فعالین فتنه 88 در زندان بودند و حالا که زمان انتخابات دوباره در ایران بود آنها باید بیرون می بودند. سازمان عفو بین الملل و فعالین مدنی و حقوق بشری. مسعود بهنود از عوامل بی بی سی کد می دهد. با یک برنامه درست می توان انتخابات آینده را به چالش حقوق بشر و قوه قضاییه بی‌طرف تبدیل کرد. قوه قضاییه‌ای که توانسته بود با کمک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه چندین جاسوس دو تابعیتی که برای نفوذ وارد ایران شدن را دستگیر کند. خواستار آزادی هر چه سریعتر یک پدر و پسر آمریکایی ایرانی تبار در ایران شده است. این قوه همچنین تعدادی از فعالین سیاسی که با سرویس‌های جاسوسی غربی ارتباط داشتند را بازداشت کرده بود. بازداشتی که دغدغه آن را ترامپ هم در سازمان ملل امسال داشت. اصلاح طلبان سیاسی را زندانی می کنند. مسعود بهنودی که سال گذشته در گام اول اسم رمز را حمله به قوه قضاییه گذاشته بود. حقوق بشر و قوه قضاییه بی‌طرف همه نامزدهای شوخی و جدی را در تبلیغات مقابل ظلم به صف می کند. این خود کمپین است، گام اول. اما بعد از بحث زندانیان سیاسی، بحث حصر سران فتنه را بی بی سی مطرح کرد که پیگیر رفع حصر محصورین جنبش سبز باشه. تا چه اندازه به نظر میاد که این موضوعی مرتبط با قوه قضاییه شد؟ آقای صادق لاریجانی یک باخت بزرگی داده، از این باخت بزرگ ناراحت هستن. و گام دوم را این بار یک کانال تلگرامی برداشت. سمت سوی خواب خاصی میره، اخبارش خیلی دقیق نیست، بعضیش تصفیه حساب با برخی از افراده. کانالی که کابل آن به همان شبکه‌های انگلیسی و امریکایی وصل و مدیران آن بیشتر در همین شبکه‌ها دیده شدند. پیمان عارف تلگر مسئول ترکیه از آنکارا با ماست. پیمان عارف تلگر مسئول سیاسی ترکیه از آنکارا با ماست. پیمان عارف تلگر مسئول سیاسی ترکیه از آنکارا با ماست. وظیفه افراد این کانال ترور شخصیت و پرونده سازی برای مسئولین جمهوری اسلامی بود، اما گاهی پخت و پزشان آنقدر شور می شد که صدای خودشان هم در می آمد. تعبیر عقده‌ای تعبیر بسیار زیبا و درستی است. کانال های تلگرامی که به گفته خودشان منابع مالیشان را از یک ایرانی به نام امیر عباس فخرآور که از افراد مرتبط با سنا و کنگره امریکاست دریافت می کردند. آیا امیر عباس فخرآور یک گروه به اصطلاح اسکایپی داره که هفته یک مرتبه همین یک شنبه ها دور هم جمع میشن از کشورهای مختلف، علی ظاهر بودجه خوبی هم در اختیارش هست. وزیر تبلیغات هیتلر گفته بود دروغ را آنقدر بزرگ بگویید که خودتان هم باور کنید. اما پروژه جاسوسی فرزند مسئولین آنقدر بزرگ و غیر قابل باور شد که کارشناس پای ثابت خود این شبکه ها هم در توییترش این خبر را بیشتر شبیه طنز دانست تا واقعیت. طنزی که این فرد از آن نام میبرد یک هدف مهم دارد که وزیر اطلاعات از آن رونمایی کرد: آسیب به اعتماد مردم نسبت به مسئولان نظام. آنچه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در این زمینه منتشر شده صرفاً تهمت بوده و با هدف وارد آوردن آسیب به اعتماد مردم نسبت به مسئولان ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی تر شده است. شاید مهمترین پاسخ را رئیس قوه قضاییه گفته، البته نه به افراد این کانال ها، بلکه به افراد پشت پرده این شبکه ها. به اونها که اینها را اجیر کردن البته میگیم که اگر مقصودتون این که این حرفا جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه، مسئولان قضایی کتابیان خیلی خیلی در اشتباهید. قوه قضاییه به حمدالله محکم ایستاده، کار خودشو به جد انجام میده، با فتنگران در تمام ابعادش مقابله خواهد کرد، سد باب نفوذ خواهد کرد. رئیس سازمان اطلاعات سپاه هم دیروز از ماه‌های آینده خبر داد که قرار است این روند اتهام‌زنی و پرونده‌سازی‌های دروغین درباره موضوعات و شخصیت‌های دیگر هم ادامه داشته باشد.